خانم ها آقایان، درود بر شما، خسته نباشید، امیدوارم که سلامت و تندرست باشید و روزگار و کامتون باشه. خیلی خوشحالم از اینکه امشب در خدمت شما هستم، بسیار بسیار خوشحالم از اینکه امشب در خدمت شما هستم. از یه بابت دیگه هم خیلی خوشحالم که بعد از پایان برنامه دیگه نرم خونه یک ساعت بشینم و یه غذایی درست کنم و بخوام بخورم. چرا؟ چون امشب دوستان پشت صحنه زحمت کشیدن، یکیشون یه قابلمه اسپاگتی با برداشت آورده، هرشم با سویا درست کرده و روبه گوجهشم کم زده و روغنشم کمه، چون من خب غذاهای چرب و چیلی رو خیلی دوست دارم، ولی با این حال حالا گرسنه‌مونه دیگه، یک ساعت هم قرار اینجا برنامه رو اجرا بکنیم. حالا یه خلاصه بشقابی اینجا امشب شاممون رو میخوریم و خلاصه بلند میشیم میریم خونه. من الان داشتم اینجا یه برنامه دیگه هم نگاه کردیم در خصوص استان گیلان و شهر رشت و این غذاهایی که تو اون میدان شهرداری رشت تازه از ساعت نمیدونم 10 شب 11 شب به بعد اونجا کباب خوری به راه تا دمدمای صبح، که معمولا به اون کبابا میگن کباب کثیف، ولی انقدر لذت داره. حالا اصطلاحا هم میگن کباب کثیف، میگه کثیف باشه، نه مخصوصا این چند سال اخیر که حالا ما نبودیم اونجا، ظاهرا بهداشت خیلی روی این غذاها اشراف پیدا کرده و سعی میکنه که نظارت داشته باشه که اینا بخوان غذای بهداشتی به دست مردم برسونن. اون کبابارم که داشتن رو آتیش رو منقل داشتن حسابی میچرخوندن و اون چربی و آبش داشت ازش در میومد، واقعا آدمو گرسنه میکنه، آدم سیر رو هم گرسنه میکنه. آقا ما خیلی مخلصیم از اینکه امشب در خدمت شما هستم، خیلی خیلی خوشحالم قراره یه ساعتی رو با شما باشیم. یک عالمه امشب دوستان عزیز ما برای شما خبرهای مختلف آماده کردن، ظاهرا تا ساعتی دیگه قرار اسرائیل حمله زمینی خودش رو به سلامتی و به کوری چشم شما مزدوران جنایتکار آخوندی شروع بکنه، استارتش رو بزنه. و من شنیدم که حالا امشب الان داشتم تو این خبرها به صورت اجمالی نگاه میکردم، شنیدم که یکی از سران اسرائیل هم برگشته گفته که ما بعد از این نسخه حسن خرسالار رو بستیم، داریم میایم سمت علی چولاق، جایی نره بماند و ما باش کار داریم. اینم خیلی در جای خودش قابل تعمله و میخوایم در مورد اینها امشب با شما صحبت بکنیم. یه اتفاق جالب دیگه هم که افتاده اینه که امروز داشتیم با یه دوستی صحبت میکنیم، من فکرم داره مزاح میکنه با ما، یعنی داره شوخی میکنه، و برگشت گفت که ما تو یک جمعی بودیم که جناب آقای مموتی، میدونی مموتی الان چند وقت ممنوع سخنرانی شده، بهش گیر دادن، گفتن که سکوت بکنی به نفته، بگنن سر تو هم مثل اون آقای پروفسور میدیم زیر آب، میکنیم زیر آب. میگه که تو اون جمعی که بوده، تو جمع 40-50 نفره ای که بوده، نمیدونم مراسم سالگرد یکی بوده رفته اونجا، من آخرش هم حالا نشستم با هم گپی زدن صحبت کردن اینا، میگه از هر طرفی یک صحبتی آمد، یکی از اون حضار برگشت گفت که این اتفاقات حال حاضری که تو کشور و تو خاورمیانه داره رخ میده، یه رسانه هست به نام رادیو گیلان داره حسابی در موردش قشنگ تحلیل میکنه، صحبت‌ها رو خیلی واضح و درست میگه و بدون رودربایستی. که جالبه، میگن که جناب آقای مموتی، آقای مموتی ما خیلی مخلصیم، اگر الان بیننده برنامه ما هستی، میگن جناب آقای مموتی اون لبخندایش که ما رو کشته، میگه از اون لبخندای ژکون زد، گفت که بله بنده چند تا از این برنامه های این شبکه رو، این کانال رو، این رسانه رو دیدم. بعد میگه که بعضی اونجا نشستن فکر کنن داره خالی میبنده، برگشتن بهش گفتن آقا مموتی واقعا تو، آقای احمدی نژاد واقعا برنامه رادیو گیلان دیدی؟ بعد میگه دوباره از این لبخندای تخمی ببخشید، از این لبخندای ژکوند خودش رو زد، گفت که آره همونی نیست مگه فیلم های مثبت 18 مسئولین و آه مموتی تو هم، یعنی آره فکر کنم تو نمیتونی اون ورا آپرمون ببینی، میای از کانال ما این آخوندهای خاک برستار و سقطی بقطی فیلم ها رو برمیداری با هاش خانم شب جمعه برای خودتون میشینید یواشکی زیر پتو نگاه میکنید. اما دور از شوخی، خب از شما هم تشکر میکنم از اینکه میشینید برنامه ما رو میبینید، هرچند من اصلا خط فکری با شما نمیخوره، جنایت هایی که جنابالی و دوروبریات ها دوروبریات و خیانت هایی که تو و دوروبریات تو اون 8 سالی که به عنوان چه میدونم اضافه جمهور بودی تو مملکت و اینها رو هیچ کی فراموش نمیکنه. حالا بیننده برنامه ما هستی، احترامت به جا، دیگه زیاد در مورد جنابالی ما صحبت نمیکنیم، ولی
ما ازت میخوایم که همه برنامه ما رو ببینی، که فقط میری فیلم های پرن ما رو برمیداری با حاج خانم شب جامع زیر پتو نگاه میکنی، این زیاد زیبنده یک رئیس جمهور حکومت جمهوری اسحالی نیست. من هیچ وقت یادم نمیره، بذار این خاطره هم بگم. آره میگن ببخشید، میگن اینو ببین تا یو اینجا چون پیام زیاد میاد یه موقع نپریم ما. یکی از این خاطرات جناب آقای مموتی، الان امیدوارم که امشب هم بیننده برنامه ما باشه، خوبه خلاصه برنامه ما رو ببینه، اطلاعات اینجا بردار و از من تو سخنرانیاش هم بخواد استفاده کنه بی پرده، اشکال نداره. آقای مموتی دیگه آب از سر که گذشته، آب از سر جمهوری اسلامی هم گذشته، به زودی این جمهوری اسلامی سردگون میشه، لااقل بلند شو بیاد طرف ما و این حرفایی که ما میزنیم و برو این برنامه تکرار بکن، شاید هم این مردم دلشون به حال اون 8 سال جنایتی که کردی سوخت و حالا تو رو بخوان ببخشن. اما یه چیزی که من از این مموتی خیلی ازش خاطره دارم، اون موقع من خبرنگار بودم تو شبکه 4 بودم اگر اشتباه نکنم، اون موقع که مموتی بار اولی بود که رئیس جمهور شد و بار اولی بود که به سازمان ملل میرفت، یادتونه دیگه با اون ریش و پشم و اصلا چه میدونم کل بدنش اصلا یه جوری بود دیگه، اون کاپشن چرک گرفته و اینها، با اون قیافه تخمی تخیلیش بلند شد رفت اونجا، بعد آمده بود داشت فکر کنم برای تمسای یزدی، این اون آخوندی بود، داشت در مورد رفتنش به سازمان ملل صحبت میکرد، میگفت که من وقتی به مقر سازمان ملل رفتم و وقتی پشت تریبون رفتم و آمدم صحبت بکنم، برق گفته های من تمام هزار رو گرفت و همه میخوب شده بودن به چشمای من نگاه میکنم، ولی من اون موقع که خبرنگار بودم یادم میامد، اون موقع انقدر روابط دیپلماسی جمهوری اسلامی مخصوصا دولت تخمی تخیلی مموتی با دنیا بد بود که این وقتی آمد صحبت بکنه همه سالن رو ترک کردن، کسی اونجا نبود به جز مشایی و بقایی و همین دار ارازل و باشر، من نمیدونم این چجوری میگه که یهو همه میخکوب شدن به چشمان من نگاه کردن، بعد آمد گفت که من نمیدونم اللهم اجد فلانی که وقتی آمدم خوندم، یه آقایی که اونجا نشسته بود منو میشناخت، منو میشناخت، همون مموتی بود که میگم از داخل ماشین، ماشینا همه ضد گلوله دودی، اصلا داخل معلوم نیست احمدی نژاد کجا نشسته، بعد این دیدی که ماشین آمریکایی ها اینقدر گنده است و صندلیاش گنده است، مموتی با این قد و قوارش نشسته بود اصلا معلوم نبود، میگم آره یه بچه‌ای تو بغل مامانش بود تا منو دید گفت وای این مموتی، مموتی خالی بندی اصلا خدایی دیگه نهایتش بود احمدی نژاد. بعد جالب اینجاست میگفت تو مقر سازمان ملل پشت تریبون وقتی داشتم اولین سخنرانی خودم رو میکردم، اومدم آیات شیطانی وقتی خوندم، یهو یه آقایی که اونجا نشسته بود و از سران مملکت بود و منو میشناخت، اروای آقا جان تو تازه اولین سال بود رفته بودی رئیس جمهور، هنوز خود اطراف به استان تهران تو رو نمیشناختن، گفت اون آقا برگشت بعد از سخنرانی به من گفت آقا وقتی تو شروع کردی نمیدونم گفتن اللهم من نمیدونم فلان و بسار، یک حاله از نور به دور سر تو و فلان و اینها، که این دیگه جوک شده بود تو کل کشور اینا. بعد من این وقت یادم نمیره خبرنگار CNN بود اگر اشتباه، واشنگتن پست ببخشید، خبرنگار واشنگتن پست بود، میگفت که اون حالتی که فکر کنم اون آقایی که نشسته و یه دونه از اون لامپای سازمان ملل درست پشت سر احمدی نژاد بود و وقتی احمدی نژاد خلاصه داشت میخوند حرف میزد یه جورای ماسکه میکرد این نور رو، نور از این ور میومد، اون احمق نفهمید و این از اون احمقتر، اینم متوجه نشد و آمده بود تا سالها این رو روایت میکرد این ور اون ور، این همون احمدی بود که با مشایی یه جا میشستن یه بشقاب بین خود و خود احمدی نژاد و مشایی میذاشتن، بعد همه میگفتن آقا این بشقاب کیه میخواد بیاد اینا، میگفت الان آقا اینجا نشستن، آقا که میرزاگور رو میگفتن از پشت ابرها میامن، ما با اینجور احمق ها شدیم 85 میلیون گوش میدی، اون در حد خودش در اون 8 سالی که چه میدونم اضافه جمهور بود اون گندها رو زد، یه احمق خری هم الان داریم به عنوان ظریف جمهور همینجور پشت هم داری گند میزنه. امشب میخوام بعضی از مسائلش رو که تو سازمان ملل گند زده در موردش با شما صحبت بکنم. اما دوستان خیلی ها از من پرسیدن که الان چند شبه هی میای برنامه اجرا میکنی و فلان اینها، چرا اصلا در مورد آمریکا و انتخاباتش چی نمیگی؟ ظاهرا این کاملا هریس تو نظرسنجی ها و فلان و اینها پیروز شده دیگه، تموم شده و اینها، این جفنگیات رو لطفا نه قبول بکنید نه این رو منعکس بکنید جایی، چون همه جفنگه. اولا که ما اینقدر اتفاقات و خبرهای باحال تو این خاورمیانه داریم، ما اینور الان باید چه دو دستی مردی بی بی نتانیاهو رو نگه داریم بیاد اینجا کار یکسره بکنه، ما بریم به کار خودمون. حالا آمریکا هم که گفتید
این آخر نظرسنجی هم نظرسنجی کی بود؟ نظرسنجی CNN بود. CNN برید نگاه بکنید خط فکری کارمنداش و رؤساش اصلا بودجه از کجا میگیره؟ از دموکرات ها میگیره. خب اون خایه میکنه وقتی از دموکرات ها داره پول میگیره و چه میدونم این همه سال داره تو تبل دموکرات ها میزنه، بیاد کاملا هریس رو ول کنه بیاد بگه که مثلا ترامپ الان برنده و فلان و اینها، یه همچین اتفاقی نخواهد افتاد. من خدمت شما عرض بکنم همین الان تو دو تا از مثلا بقیه چه میدونم ایالت‌های مختلف آمریکا رو کار نرم، دو تا از ایالت‌ها که خیلی مثلا تاثیرگذار رو نمیدونم خیلی هم تو انتخابات رأیای اونجا مورد قبول و مورد نظر هست، یه دونه پنسیلوانیا یه دونه جورجیا است که من با زرسقاط خدمت شما عرض میکنم که جناب آقای ترامپ 100% اونجا پیشه از کاملا هریس. همین الان کاملا هریسی که اینقدر سنگ رنگین پوستا، خودش هم رنگین پوست بود، اومد خودش رو یه جوری به سیاه‌پوستا وصل بکنه، آخرین نظرسنجی تو بین سیاه‌پوستا الان ترامپ اوله. خب دیگه من در مورد چی بگم؟ یا مثلا همین آسیایی‌های ساکن ایالات متحده آمریکا با اینکه خودش هم یک آسیایی خانم کاملا هریس ولی نتونسته نظر اونها رو جلب بکنه. من الان به شما عرض بکنم که آقای ترامپ همین الانش نسبت به دیگر رئیس جمهورایی که جمهوری خواه بودن همین الان نظر سیاه‌پوست‌ها رو، همین الان نظر رنگین پوست‌ها رو، همین الان نظر همین آسیایی‌ها رو به خودش بسیار بسیار جلب کرده. تازه الان یه جبهه جدید هم برای ترامپ باز شده و یهودی‌ها که لابی بسیار قوی دارن که اصلا نمیشه نادیده گرفت رو الان تو آمریکا دارن صد برای ترامپ کار میکنن، حسابی هم دارن براش خرج میکنن، کلی هم چه میدونم حال دادن به اون مرکز تبلیغاتش، چی بهش میگن، به اون کمپینش، کمپین تبلیغاتیش. و آخرین نظرسنجی ها رو که اگر اصلا این برای نگاه نکنیم اون برای نگاه نکنیم، من عرض میکنم خدمت شما که بسیار بسیار تنگا تنگه. میدونید که از دو هفته دیگه فکر کنم یک هفته و خورده دو هفته دیگه بعضی هم هستن که میتوانن پیش دستانه رأی های خودشون رو بدن، که جالب اینجاست رو همون ها هم رفتن پرسیدن و پرسش کردن دیدن اونها هم طرفدار جناب آقای ترامپ هستن. به کوری چشم علی چولاق که سرمایه گذاری کرده همه جوره داره کمک میکنه به کمپ کاملا هریس که دموکرات ها بیان بالا که بخوان مثلا حالا چه میدونم اینا چقدر بدبخت و خاک بر سرن این جمهوری اسلامی که نمیکنه بگه آقا ما بیایم عملکرد خودمون رو در داخل کشور درست کنیم، ما بیایم مردم خودمون رو نگه داریم، بیایم کاری بکنیم که اگر فردا ما نباشیم مثل شاه بگن خدا ببخش و بیامرزه. اینا مردم رو ول کردن و چون میدونن که الان دیگه مشروعیت داخل ندارن فقط وایستادن به گوز شفا که مثلا آمریکا گربه عدسه بزنه اینها بمانن، عدسه نزانه اینا باید برون. یا همین الان وضعیت خاورمیانه رو نگاه کنید، سکوت مرگبار خامنه‌ای که میخوام امشب در موردش با شما صحبت‌های جالبی داشته باشم، نگاه بکنید چه جوریه، جرأت نمی‌کنه، خایه نمی‌کنه الان بیاد یه اظهار نظری بکنه. آخرین اظهار نظری هم کرد بعد از سخنرانی آقای گوزیده تو مقر سازمان ملل بود که یه مشت اراذل اوباش بسیجی بدبخت مزدور استخوان‌لیس رو تو اون سالن خودش جمع کرده بود، آمد اونجا با وقاحت هرچه تمام‌تر. مردم، علی خامنه‌ای دارای عقل درست حسابی نیست، اینو من جدی میگم، درست الان 86 سالشه ولی دچار زوال عقل شده. این آقا الان عقل خودش رو خورده، این آدم واقعا خوب بد رو نمیتونه تشخیص بده. احمقی که بلند میشه میاد برای یک مشت احمق‌تر از خودش که اونجا نشسته بودن برمیگرده میگه تا همین الان لبنان و حزب الله پیروز شده و مطمئن باشی طی روزهای آینده پیروزی قطعی است. همین الان آقای گرد کمانچه کنچون تان این حسن خرس الله با یک چه میدونم چادر عربی و فلان با این نیم میلیون جنگ زده که دارن میرن سمت بیروت با اونها کلا مخلوط شده رفته اونور. طی همین یکی دو روز اسرائیل بلایی سر حزب الله آورده که اینهایی که میگفتن ما 180,000 موشک، انبای موشک و قارقارک و اینها داریم، برید نگاه بکنید لانچرهایی که پشت این ماشینای کوچک چه میدونم ترابریشون بود همه دارن زده میشن توسط اسرائیل. خب بعد این همه از فرمانده هاشو کشته، الان فقط یه دونه علی مونده و حوزش، یه حسن خرس الله است و یه چادر عربی. بعد چجوری میشه که علی خامنه ای میاد؟ البته من میفهمم که شب این حرفایی که میزنه برای یک مشت احمقیه که میان پای منبرش میشینن. اونها اگر احمق نبودن که اجازه نمیدن این احمق از تر از خودشون بلند شه بیاد یه همچین حرفایی بزنه. تا
تمام ابر و باد و مه و خورشید و فلک و رسانه‌های داخلی و خارجی دارن میگن که آقا چپ و راست اسرائیل داره حزب الله رو میزنه، پدر صاحب بچه رو در آورده. بعد این آمده تو اون سخنرانی برگشته گفته که آره من نمیدونم حزب الله نمیدونم پیروز، حزب الله تا الانش هم پیروز ماجرا شده و فلان. احمق. و جالب اینجاست از اون ور هماهنگی نکرده جناب آقای گوزیده، قبل از این بلند میشه میره تو مقر سازمان ملل. خب خیلی دیگه، اونم که اصلا پشت دست بهش مشاوره ندادن، آمد حرف درست و حسابی رو برگشت اونجا گفت، گفت حزب الله هیچ وقت زورش به اسرائیل نمیرسه، تموم شد رفت. یعنی این صحبت جناب آقای ظریف جمهور با رهبر انتصابی اون مملکت پارادوکس داره، این یه چیزی میگه اون یه چیزی میگه. شما دیگه بدانید که وضعیت این جمهوری اسلامی الان تا چه اندازه است. خب این رو هم بس به شما گفتم که حتی هم گفتم تو جورجیا و پنسیلوانیا که دو تا از ایالت‌های بسیار قویی که هستن، همین الان نام جناب آقای ترامپ هست که آنجا میدرخشد. خب این از نظر نظرسنجی، ایش کسی الان نمیتونه بگه برنده انتخابات ایالات متحده چه کسی است، آقای ترامپ یا خانم کاملا هریس. نه، باید بمانیم و بدانیم که طی هفته های آینده چه اتفاقاتی رو خواهد داد. اما آقای علی اکبر صالحی که وزیر خارجه پیشین بود و بعد اومد انرژی هسته‌ای و فلان و بسار اینا رو که دیگه همتون میشناسید، ایشون همین ساعتی قبل پیش و پای شما که من آمدم خدمت شما، آمد در یک اظهار نظر عجیب غریبی برگشت گفت آقا ما چه بخوایم چه نخوایم، اسرائیل میخواد به ما فرو بکنه، اسرائیل داره کاری میکنه که بیاد این جنگ و این آتیشی که ما به دستور علی چلاق انداختیم اون ور سمت اسرائیل تو اون ماجرای 7 اکتبر، این آتیش گل آتیشو میخواد بیاره بندازه تو دامن ما. پس چه بهتره که ما کوتاه نیاییم و پیش دستی بکنیم. خب اونا همه فهمیدن، الان تمام سردمداران جمهوری اسلامی فهمیدن که اسرائیل اینها چه بخوان چه نخوان، وقتی نسخه حسن خرس‌الله رو بس، تروریست های حماس که تعطیل شدن، نسخه حسن خرس‌الله رو بس، بعدی کجاست؟ بعدی میان تهران، خلاصه به خدمت این آخوندهای حرامزاده بعد از 45 سال برسن. چون واقعا به این نتیجه رسیدن، من پیروز گفتم یکی از نمایندگانشون، نمایندگان پارلمانشون برگشت که ما الان دیگه به این نتیجه رسیدیم که بعد بریم سر اختاپوس تو تهران رو بزنیم. صالحی هم الان همینه میگه، میگه آقا اینا که دیر یا زود میان ما رو میزنن، لااقل بیان ما پیش دستی بکنیم، چرا سرمون تو کونمون رو سکوت کردیم، از چی میترسیم، بریم بزنیم لااقل بگیم آقا ما رو زدن، خار مادرمون رو صلوات دادن، خلاصه ما پیش دستی کردیم زدیم، که همینش هم علی خامنه‌ای خواهشو نداره. آقا یه اتفاق دیگه، بذار من اول این صحبت جناب بنیامین نتانیاهو رو بخونم که همین لحظاتی قبل گرم هنوز در اومده، اینو بگم بعد برم در مورد دختر وزنه‌بردار ما که تو اسپانیا ناپدید شده، میخوام در مورد اونم یه چیز به شما بگم، خیلی جالبه که رسانه‌ها دارن به شما چه دروغایی میگن. آقای نخست وزیر اسرائیل گفته من نمیتوانم تمام کارهایی را که انجام میدهیم شرح دهم، اما میتوانم یک چیز را به شما بگویم، ما مصمم هستیم ساکنان خود را در شمال سالم به خانه هایشان بازگردانیم. ما ضرباتی را به حزب الله وارد میکنیم که او تصور نمیکند. ما این کار را با قدرت انجام میدهیم. یک چیز را به شما قول میدهم، تا زمانی که آنها به خانه نیایند آرام نخواهیم گرفت. نگاه الان خیلی باحاله، اسرائیل و دولت نتانیاهو یک گزک خلاصه دستشون هست. چی اون گزک؟ میگن ما 60,000 آواره الان داریم که یک سال از خونه و زندگی و کار و خاکشون جدا شدن، اومدن تو تل آویو و این اطراف، ما داریم خرجشون رو میکشیم و فلان. اینا دیگه باید برگردن. خب از یه طرف دیگه به فرستاده آمریکا که آمده بود میانجگیری بین اینا و لبنان و اینها بشه، به اونا هم گفتن آقا ما کاری نداریم، حزب الله یه 15 کیلومتر بره عقب، ما بلنشیم اینا رو برداریم بیاریم اونجا برن سر زندگیشون. این یه کاملا حرف قانونی و حرف بسیار جالبیه که دنیا سکوت کرده، که دنیا نمیتونه بیاد الان به اسرائیل اشکال بگیری که چه داری میزنی، آقا ما گفتیم به اینها. خب حتی به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم که 8 بار سفر کرد در این مدت یک سال به اسرائیل، آمدن گفتن آقا ما میخوایم این کار رو بکنیم، برید با لبنان رایزنی بکنید با خرس‌الله که اصلا نماینده آمریکا رو، نماینده ویژه آمریکا در همین بحث رو اصلا نپذیرفت. اون آقا بلند شد رفت با چه میدونم
رئیس مجلس و با چند نفر دیگه صحبت کرده و اونا هم گفتن این خرس الله اصلا کونش به کون علی خامنه ای وصله، ما اینجا نمیتونیم چیزی بهش بگیم. اونم برگشت گفت نه، یعنی یک جورایی حسن خرس الله با تناب پوسیده علی خامنه ای همانند اسماعیل هنیه رفت ته دره. خب الانم نتانیاهو میگه، میگه من بعد این 60,000 نفر رو بیارم اونجا و بعد اطمینان پیدا کنم که خرس الله موشک پوشک نمیزنه. خرس الله یک اشتباه استراتژیک دیگه هم کرد، همین ساعتی قبل یکی از موشک‌های دوربرد خودش رو سمت تل آویو فرستاد، تموم شد رفع کارش. این عدول کردن از خط قرمز اسرائیل بود و اسرائیل هم همون الان گرفته دستش. دیدید که آقای حجت الاسلام و مسلمین گوز بایدن هم تو سخنرانی که الان تو یه دونه از این ایالت‌ها رفت تو تبلیغات برای کاملا هریس اونجا آمد برگشت گفت که آره حزب الله لبنان دیگه پاشو از گلی به خودش درازتر کرده، چرا داره از موشک‌های دوربرد استفاده می‌کنه، این خط قرمز ماست، ما صد الان شرایط رو داریم می‌سنجیم، داریم رصد می‌کنیم و در کنار دوست و برادر خودمون جناب آقای نتانیاهو هستیم و این یک دلگرمی و پشتگرمی خوبی برای جناب آقای نتانیاهو بود. خوشم میاد که اسرائیل هم از نظر سیاسی، هم از نظر فضای روانی، هم از فضای جنگی، هم میدانی، همه جوره کل دنیا رو با خودش همراه کرد. یادتونه بعد از 7 اکتبر علارغم اینکه تروریست های حماس آمدند و اون بلا رو سر اسرائیلی ها آوردن، اون همه رو کشتن، الان یه 50 نفر هم گروگان زنده هم دست خودشون دارند، یادتون هست بعد که مثلا اسرائیل آمد جواب اینها رو بده، از سازمان ملل گرفته تا همین فرانسه و اردن و عربستان و حتی آمریکا و انگلستان جلوی اسرائیل ایستادند و قد علم کردن، گفتن دیگه نباید بکش مثلا این کشت و کشتار رو تو غزه و تو نمیدونم اون و خان یونس و رفح و اینا داشته باشی، بعد متوقف بکنی. اما نگاه کنید الان که یک سال از این ماجرا گذشته، اینقدر سیاست و دیپلماسی اسرائیل درست بودی که آنها رو راحت آورده در کنار خودش و جزء مدافعین خودش قرار داده. اما دوستان یک خبری وایرال شد از ساعتی قبل، فکر کنم همه شما هم اون خبر رو شنیدی. بذار من یه ذره آب بخورم، دهنم خوش شد. اون خبرم این بود، دختر وزنه‌بردار ایرانی در اسپانیا ناپدید شد. میگه که جمهوری اصلاحی اسحالی آنقدر که گند و گوزه، آنقدر که آرناموس داره، آنقدر که خجالت میکشه، آنقدر که خجالت از نزد شما مردم، اینقدر احمق و آشغالن، اصلا آبروشون تو دنیا بره براشون مهم نیست، فقط میخوان ظاهر و حفظ و پرستیژ رو پیش شما مردم داشته باشن. چرا؟ چون 45 سال اینقدر به شما دروغ و دفنگ و اینجور چیزها گفتن، دفنگ گفتن، الان هم باید حفظ پرستیج ویترین رو باید خوب حفظ بکنن، پشت سر همه تو هم دارن فرو میکنن، ظاهر ریش و پشم و تسبیح و سه دکمه و نمیدونم انگشتر عقیق و فلان، از پشت دیلدو و پای این تو فلان جای اون یکی و اون یکی هم تو این یکی. خب حالا آمدن یه خبری رو گفتن وای ما رفتیم به پلیس اسپانیا اطلاع دادیم که نمیدونم وزن بردار خانوم ما ناپدید شده، نکنه اتفاقی براش افتاده، نکنه فلان افتاده و اینا. لحظاتی قبل بذار اول خبر رو بخونم بعد ماجرا رو به شما تعریف بکنم برای شما. خانم فاطمه کشاورز ملی پوش دسته 71 کیلوگرم ایران هتل محل اقامت در لیون اسپانیا را ترک کرده و تلفن همراهش را خاموش کرده. مسئولین کاروان ایران پیگیر امور هستند و مراتب به پلیس اسپانیا هم گزارش داده شده. این خانم همون راهی رو خانم کیمیا علیزاده رفت و داره میره. مطمئن باشید از ساعات دیگه هر ورزشکاری از ایران بلند شه پاشو از این خاک بذاره بیرون، حالا آمریکا و چه میدونم اروپا و آفریقا و هر جا بره، همون کاری رو که کیمیا علیزاده یا عزیز ما کرد اینها هم خواهند کرد. چرا؟ برای چی بمونن تو اون کشور؟ قهرمان تکواندو رو کرمانشاه به شکلات خوری داد، یه زمین رو داد، به جز اینشون 12 نفر دیگه صاحب اون زمین بودن. اینا چرا باید برای جمهوری اسلامی، چرا باید برای این پرچم خرچنگ نشان برن تلاش بکنن از جونشون مایه بذارن؟ برای چی که اینقدر اونها به جمهوری اسلامی میرسن، اونقدر به نام ایران نمیرسن؟ چرا ورزشکارهای ما باید برن پروموت کنن جمهوری تروریست پرور اسلامی رو؟ چرا؟ حالا جالب اینجاست، لحظاتی قبل من دیدم یکی از همین خانوم هایی که عضو همین کاروان بوده و فلان اومد گفت که آقا مسئول بانوان ورزش بوده و الان فدراسیون بوده، حالا هرچی بوده
میگه ما به خاطر اینکه دهنش در رفته، حالا نمیدونم داستان چی بوده، آمده گفته ما به خاطر اینکه اتفاقی نیفتاده، اینجوری بگو ورزشکارای ما فرار نکنن، تمام پاساشو رو گرفتیم داخل چمدون تو بخچه کرده بودیم، درش هم بسته بودیم. میگه من ساعتی قبل بلند شدم رفتم، دیدم قفل چمدان من شکسته و تنها پاسپورتی که از آنجا برداشته شده پاسپورت این دختر خانم فاطمه کشاورز بود. به نظر من انتخابش انتخاب بسیار جالبه، اسپانیا هم یه جای خیلی خوشگل و باحال و گرمه، برو اونجا دمیگم به پلیس بگو من میخوام پناهنده بشم، تو رو دو دستی رو سرشون میذارم، اون مراحل پناهندگی هم چون ملی پوش هستی، چون قهرمان هستی، تو رو هوا میزننت، هم اونجا بمان زیر پرچم اونها تا به خواست خدای کنار قلبمون، تا همین چند وقتی دیگه رژیم جنایتکار آخوندی سرنگون شد، ما همه شما رو حلوا حلوا میکنیم، میذاریم رو سرمون، بلندتون میکنیم، میاریم داخل کشور زیر پرچم این پرچم زیر پرچم ایران عزیز ما، شما میاین از این به بعد افتخار آفرینی میکنیم. پس این که اینا گفتن رفتیم پلیس گفتیم این کم جناییش کردن، وای این قهرمان ملی ما بود، نکنه ترور کرد، آها بی ناموز، تمام دنیا الان میدونن که قهرمانان ما، مردم ما، با شما جمهوری اسحالی، با شما داعشی های کثیف کلن زاویه دارن، کی میاد اونها رو آخه، دختر بچه رو کسی کار نداره. ایشون به نظر من ته ساعتی دیگه میاد جلوی دوربین، اگر از جاهایی به خانوادش این اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نرن، فشار نیارن، اینا میاد میگه آقا من دلم خواست اینجا پناهنده بشم و میخوام اینجا زندگی بکنم، تموم شد رفت پی کارش. اما موضوع بعدی رو که امشب بعد در موردش با شما صحبت بکنم، آها یه چیزی رو من به شما بگم دوستان، من همیشه اومدم اینجا گفتم مخلص مردم گیلان، مخلص مردم تبریز، مخلص مردم شیراز و اصفهان و تهران و کرج که خیلی گفتم و اینها، من دیدم که بعضی از عزیزان ما که واقعا به گردن تمام مردم ایران حق دارند اومدن یه جورایی ریز دارن اعتراض میکنن. کجا بود دوستان عزیز ما از بستان خوزستان؟ من واقعا نسبت به شما ارادت خاص دارم، من نسبت به بچه های مسجد سلیمان، من نسبت به بچه های دسفول که اینجای قلبم جا دارن ارادت خاصی دارم. شما حق دارید به گردن ما مردم ایران، ما هیچ وقت اون 8 سال دفاع مقدسی که شما از ناموس ایران، از خاک ایران کردید رو، نه من، هیچ کدوم از مردم ایران فراموش نمی کنن. من خواهش میکنم از شما بینندگان عزیز که الان برنامه رو میبینین، قلب قرمز رو برای عزیزان دسفولی، برای عزیزان مسجد سلیمانی، برای عزیزان استان خوزستان بفرستید. ما کوچیک، من پیمان ببودی چاکر شما هم هستم، این حرفا چیه؟ من عاشق مردم ایران هستم، اولی که من نوکری شما رو میکنم، میام اینجا میشینم با شما حرف میزنم، من اینجا میام در واقع درس پس میدم به شما، من اصلا عددی نیستم در مقابل شما، مردم عزیز من، مردم عزیز من، از اون بندرعباسش از جنوبش گرفته تا این ور شمالش، مازندران و گلستان و گیلان و این ور سنجان و اردبیل و تبریز و همه جا و همه جا، ما مخلص شما هم هستیم. مهم اینه که با هم اتحاد داشته باشیم دوستان، به زودی اتفاقات خوبی خواهد افتاد، به زودی ما کشور خودمون رو پس میگیریم، ما باید اتحاد داشته باشیم، با هر زبانی، با هر گویشی، هر چیزی که باشیم زیر پرچم، زیر این پرچم خواهیم ماند و کشور خودمون رو درست خواهیم کرد. علی‌رغم اونایی که برمیگردن میگن آه این جمهوری اسلامی آمد تو این 45 سال 450 سال ما رو به عقب برد، من قبول دارم برد، ولی من این رو با ضرس قاطع به شما بینندگان عزیز عرض بکنم، ما تو کشورمون اینقدر آدم‌های باسواد، اینقدر آدم‌های با کلاس، اینقدر آدم‌های متخصص داریم، من به شما قول میدم طی یک دهه بتونن کشور عزیزمان رو زیر این پرچم، ایران عزیز ما رو تو یک دهه دوباره ببرن در اوج قله ها تو خاورمیانه نگه دارن، این رو من بهش ایمان دارم. خب اینم بس الان گفتم خدمت شما در مورد عزیزان من تو خوزستان، چاکرتونم هستم. اما یک اتفاقیه که این رو من باید الان در موردش با شما صحبت بکنم، وزارت کشور یک پیامی داده در مورد افغان ها گفته، اون رو میخوام الان به شما بخونم که همون ماجرای بعد از فراق نوغان تیکون فلان بسار قربان
الان تازه یه جاشونو انگوش کردن، تازه چشمشون به سو آمده که الان میخوان آره مردم به ما گفتن افغانها دیگه نباید باشن، شما مردم رو میشناسید بی ناموسا، الان اینجا سوراختون ها آشغال گرفته، به مردم نیاز دارید، دارید این کارا رو میکنید. حالا من یه اطلاعیه برای شما میخونم، اما قبلش میخوام دوستان با شما یه چند دقیقه صحبت بکنم، چند دقیقه میخوام با شما صحبت بکنم، خیلی مهمه دوستان. بوی گوشت الان به مشام اپوزیسیون رسیده. یه پسره هست یا آقایی هست به نام سام که میاد طنز تعریف میکنه، یه شومن خیلی معروفی، خود من از طرفداراشم، وقت بکنم حتما برنامه هاشو میبینم، آدم باحالیه، توامندیه، میاد رو سن رو استیج برای مردم چیزای طنز و نقص و چه میدونم تعاریفش، مردم رو میخونه میخندونه، همین که دل مردم رو شاد میکنه ما مخلصش هم هستیم. فکر کنم سام جعفری باشه اگر اشتباه نکنم اسم ایشونه. ایشون یه حرف قشنگی در مورد اپوزیسیون میزد، میگفت این اپوزیسیون گندیده فسیل شده میان موج سواری میکنن، هر جایی که میبینن بوی کباب میرسه میان، بعد میگن که ما مثلا یه بار این ور هستیم اپوزیسیون طرفدار خانوم فلانی هستیم، یه بار طرفدار آقای فلانی هستیم، یه بار میبینن هر جایی که بهشون یه تیک استخون و فلان و دو سیخ کباب میدن در جا میرن سمت اونها. این آقا مثال قشنگی میزد آقای سام، میگفت اینها وقتی دیگه میبینن همه جا اوضاع مثلا دیگه ساکت و فلان میان، میرن از پشت همون استدیوی برنامه خودشون یه مشت خاک جمع میکنن، میگن این خاک و ما از ایران برداشتیم، این تربت رو آوردیم، هر کی میخواد تو بسته های نمیدونم $10 گذاشتیم به شما میفروشیم، بیاین اینو بخرید از ما. بعد میگه برنامه تموم میشه، همون $10 رو زنگ میزنن به اون مرده ساقی محلشون، آقا این تریاک ما رو بیار بیا، اینا پولو برمیدارن میدن اونا. اینا همیشه یه تاریخ، همیشه یه تاریخ، تاریخ که میگم حالا من اصلا قبل و کار ندارم، تو همین 45 سال رژیم ننگین آخوندی که اینها حالا به انهایی آمدن این ور آب، همیشه مزدور بودن، همیشه بدبخت و فلک زده بودند. گوش میدین؟ مثلا امروز میامدن از من پیمان بهبودی تعریف میکردن، فردا یه آقایی که دشمن پیمان بهبودی بود بهش پولی میداد، میامد چنان مثلا پیمان بهبودی رو خراب میکرد میرفت طرف. اینا رو بهش میگن مزدور، اینا منافقن، اینا نرخ نان به نرخ روز خورن. الان هم دوستان اینها بوی کباب شنیدن. خب این صحبت هایی که الان رئیس فرمانده ستاد مشترک اسرائیل گفته، اینکه نتانیاهو گفته، اینکه آمریکا صد رفته پشت اسرائیل ایستاده، اینکه فرانسه و نمیدونم انگلستان و فلان و اینا همه آمدن دور و بر اسرائیل و ازش دارن حمایت میکنن که بعد از خرسولا بیاد حساب جمهوری اسلامی رو برسه، الان دیدن آها دوباره یه سوراخ دعایی باز شده که ما بریم اونجا خلاصه بگیم ما هم هستیم عرض اندام بکنیم. اما دوستان بذارید من به شما یه چیزی رو بگم، به همین خدای کنار قلبم اینا هیچ گوزی نیستن، نمیخوام اسم ازشون ببرم، که فردا یکیشون جا میفته میگن که او بس پیمان بهبودی با اینه. اصلا هم صحبت من با اون زنی که رجوی نیستا، اصلا من اون منافقین که اصلا اونا گرفتار خودشونن، ما باید دعا بکنیم که اونا از منجلاب خودشون در بیان. چرا؟ چون اونها فرزندان ناخلف جمهوری اسلامی هستن، اونها همون حرامی هایی هستن که بر سر غنائم بعد از فتنه 57 با خمینی لعنت الله کنار نیامدن. پس من اصلا اونا رو به عددی نمیارم، اونا رو ولش کن، بذار برن اون دنبال زندگی خودشون. اونا رو اون یکی میگفت که آخه من چیه تو رو بزنم، تو دیگه جایی زدن نداری. الان واقعا داستان همینه، اونا رو ولش کنین، اونا اصلا جزو آمار نیستن، الکی هم بزرگشون نمی کنیم. اما یک مشت از این اراذل و واشی که تحت عنوان اپوزیسیون که شب خوابیدن صبح بلند دیدن که ای مردم میان برنامه هاشون نگاه میکنن، چهارشنبه آبی آسمانی فلان بسار، اینها فکر کردن اصلاً کد خداست، فکر کردن اینها مثلا چه میدونم با اون قیافه های تخمی تخیلی و شخمی خودشون میتونن یک روسی رهبر 85 میلیون مردم آگاه تحصیل کرده که خودشون هر کدوم الان داخل کشور خودشون یک رهبرن، خودشون یه تئوریسینن، خودشون یه تحلیلگرن، میتونن بیان رهبر اونها بشن به همین سادگی. دیگه نمیدونستم قبل از این که بیان اینجا زیر چه کسایی میخوابیدن، حالا دیگه اونها رو من نمیخوام
اصلا وارد اینجور بازی ها نمیخوام بشم. یا تا دیروز یکی بود که خیلی عذر میخوام کفش شاهزاده رو میامد جفت میکرد اگر قرار بود از یه جایی به یه سمینار دیگه بره. البته قرار شده ما دیگه شاهزاده نگیم، بگیم رضا شاه دوم. امشب میخوام در مورد همین موضوع الان میخوام در ادامه در مورد همین موضوع با شما صحبت بکنم. تا دیروز که میامد کفش رضا شاه دوم رو جفت میکرد که از اینجا بلند شه بره جلوش تا کمر خم وای میستاد، الان دیدی که دوباره بوی کباب و فلان. چند روز دوباره اومدن شبکه‌های خودشون رو کلید انداختن باز کردن، میگن ما هم که ما هم هستیم. خب ما هم هستیم، ولی مردم ایران، من خب یه بار نظرسنجی گذاشتم دیدم مردم ایران نه اینکه اصلا اینا رو تحویل نگرفتن، گفتن شما هیچ گویی هم نیستید. خب ولی اینا رو بعد هی من بگم تکرار مکررات بشه تو ذهن سیو بشه. دوستان عزیز من، من یه چیزی رو خدمت شما عرض بکنم. این که ما آمدیم و خدمت همه شما عرض کردیم و همین الان هم خدمت شما عرض میکنیم، من هی میام میگم انقلاب زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. دوستان این انقلاب ملی جینا بود، اونها دیگه حاشیه است. خب زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی، اینها حاشیه این انقلاب ملی جیناست. خب ما زیاد نباید، من دیدم بعضیا گرفتن دست بیل رو، آقا چرا شما میگید زن زندگی آزادی نمیگید مرد میهن آبادی؟ آقا اینا رو ولش کنید، اینا مهم نیست. مهم الان چیه؟ مهم این پرچم ماست، این پرچم ماست. مهم الان این پرچم ماست. دومی مسئله چیه؟ پیروزی ماست و سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندیه. مسئله بعدی چیه؟ مسئله بعدی اینه که ما یک شعار واحد داشته باشیم. مردم عزیز، ما باید یک شعار واحد داشته باشیم که اگر فردا بخوایم بریم مملکت خودمون رو از این رژیم جنایتکار پس بگیریم، این اپوزیسیون آشغال با پرچم‌های مختلف خودشون دوباره ورود نکنن. خب دوباره نشه مثلا همون بعد از فتنه 57 کمونیست‌ها یه طرف، توده‌ای‌ها یه طرف، منافقین یه طرف، اونا یه طرف، انقلابیون فلان بسار، اینها هر کی یه طرف رو گرفته بود داشت میتاخت. برید فیلم ها رو نگاه بکنید، بعد از فتنه 57 تو هر خیابونی را میرفتی هر کدومشون یه دکه گذاشته بودن، اینا کیان توده، اونا کیان کمونیست، اونا کیان مجاهدین خلق، اونا کیان فلان حزب اللهی فلان. خب ما الان باید یک شعار واحد داشته باشیم و فقط یک نفر رو صدا بکنیم. ما باید یک شعار داشته باشیم و باید فقط یک نفر رو صدا بکنیم. امروز یه دوستی برای من نوشت، الان فکر کنم بیننده برنامه هستن، دمشون هم گرم، تحلیلاشون هم خیلی خوب بود. منم بهش گفتم به دیده منت، ما هر شب در مورد این موضوع صحبت میکنیم، وقتی ما فکرامون یکی هست چرا این کار رو نکنیم. دوستان خیلی جالبه که ما از این به بعد یک شعار واحد داشته باشیم. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شا، جاوید شا، جاوید شا، برگرد شا، برگرد شا، برگرد شا. این شعار واحد برای همه مردم ایران. ما از این به بعد یک آلترناتیو بسیار قوی داریم. ما از این به بعد تو کشور خودمون یک آلترناتیو بسیار قوی داریم که رضا شاه دوم. دیگه هم خواهش میکنم از این به بعد نگید شاهزاده، نگید، بسه بسه. میدونید ما هی آمدیم گفتیم که حالا شاهزاده لطف داشتن، تواضع داشتن، خضوع داشتن، آدم با شعور و با سواد و با کلاسی بودن مثل پدرشون، نمیخواستن حالا بیان بگن آه دیگه بسه دیگه هی به من بگید مثلا شاهزاده. من الان برای خودم یک شخصیتی هم، من الان برای خودم کسی هم، تحلیلگر سیاسی هم، من تو مجامع معتبر بین المللی دنیا مثل همین چند وقت پیش تو هتل هیلتون که کلینتون صحبت که آقای ترامپ صحبت کرد و بعد آقای شاهزاده اومدن صحبت کردن، رضا شاه دوم اومدن صحبت کردن، دیگه بسه، نباید بگیم. حالا بعضی وقتا هی تو چه میدونم زبان ما میاد، تو دهنمون میاد، اشکال نداره، باید انقدر بگیم رضا شاه دوم، رضا شاه دوم، رضا شاه دوم، تا این دیگه جا بیفته. ما الان بهترین آلترناتیو و تو کشور خودمون داریم. نگران هیچی نباشید، نگران چیزی نباشید. بعد از سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی ما
رضا شاه دوم رو داریم که تمام دنیا قبولش دارند، تمام دنیا قبولش دارند. وقتی دعوتش میکنن از ایتالیا، براش کلی محافظ میذارن تو اسرائیل، تو آمریکا، تو آلمان، تو انگلستان، اینجور سطح حفاظتش هم میبرن بالا. یعنی یه خبرایی هست، یعنی یک احترامی براش قائلن. ولی این گوزوفوزای اپوزیسیون رو نگاه بکنید، بلند میشن میرن این برون بر میکروفون رو یه چیزی $100 میدن، آقا این میکروفون رو بده ما هم 2 دقیقه بریم بالا صحبت بکنیم. اینا رو ببین، اصلا دولت مردان دنیا، سیاست مردان دنیا به تخمشون هم حساب میکنن؟ نه. پس ما الان یک آلترناتیو داریم، چون من دیدم که الان ساعت هاست که داخل جمهوری اسلامی که دیگه عرصه رو به خودشون تنگ دیدن و ته ساعت آینده شاید سرنگون بشن به همین خدای کنار قلب ما، آمدن میگن که خب حالا گیرم اینها بروند، اینا سایبری ها هستن، گیرم حالا علی خامنه ای رفت مشتبه هم نشد. شما کیو میخواین بیارید؟ کیو؟ شاهزاده رو که مامانش بهش کمک میکنه؟ نگه اینا هی میخوان پروموتش کنن، مردم ایران رو نگران بکنن. خوشبختانه ماها هم به هر حال یک تیم، چه میدونم، اتاق فکری اینجا داریم. ما نظرسنجی هایی که از شما میپرسیم، ما این پرسش هایی که شبانه از شما میپرسیم، به تک تک جواب های شما استناد میکنیم. ما روانشناس داریم که اصلا بگی که شما دارید این تحلیل هایی که میکنید، این برنامه هایی که میشینید و در موردش برای ما ساعت ها مینویسید، ما میشینیم برای خط خط اون فکر میکنیم، برنامه ریزی میکنیم. خوشبختانه الان ما به این نتیجه رسیدیم که مردم ایران از هر بار دیگری آگاه تر شدن و ما هر باری که نظرسنجی، همین تا به حالم دیدید که این نظرسنجی گذاشتیم، مثلا بذارید آقا امشب برنامه ما، امشب بذارید این نظرسنجی رو بذاریم، لطفا پاسخ بدید. امروز تو رادیو تلگرام گذاشتیم، تا الان 91% آورده، اون 9% 8% هم همین عرازل و اوباش رژیم جنایتکارن. ما آمدیم این پرسش رو پرسیدیم، آقا کدام یک را برای رهبری آینده ایران انتخاب میکنین؟ رضا شاه دوم رو گفتیم، مجتبی خامنه ای رو گفتیم. 91% به رضا شاه دوم رای دادن، 9% از این عرازل و اوباش و سایبری ها خودشون رو کشتن، پاره کردن. میدونی که ما میتونستیم رو نظرسنجی دست ببریم، مثلا میتونستیم گزینه رو یه جوری دیگه بکنیم که از همون 9% هم. گفتیم نه آقا، بذار همه چیز رو باشه، بذار این مردم واقعا انتخاب بکنن. 91% از مردم ایران، میدونی که رادیو تلگرام رادیو گیلان در حال حاضر تو کل کشور پربیننده ترین برنامه است تو تلگرام. خب ما این نظرسنجی رو گذاشیم، 91% از مردم ایران به رضا شاه دوم رای دادن، تموم شد رفع کارش. خب و این رو میخواستم به شما بگم. پس از این به بعد اگر هر جایی به شما هر حرفی زدن، چیزی هم گفتم، ببخشید من پیام های شما رو هم میخونم، یه ذره حواسم میره اون بر، عذر میخوام از شما. دمتونم گرم که اینجوری هنوز دارید قلب برای مردم عزیز خوزستان میذارید. این پیام ما رو الان جواب بدید، کامنتی که امشب گذاشتیم، شما کدام یک رو گفتیم که برای رهبری آینده انتخاب میکنید؟ رضا شاه دوم و اون چه میدونم عقب افتاده اسمش چی بود، مجتبی خامنه ای. خب اینم میتونید کامنت ها رو بذارید که ما الان اینجا هی حواسم میره، بذار این مرسن نگاه نکنم با شما صحبت بکنم. باز هر جایی که اگر یک سایبری، یک حرامزاده رژیم جنایتکار آخوندی آمد به شما گفت که حالا اینها برن، مگه شما آلترناتیو قوی دارید؟ بزنید اینجوری دودستی که کف گرگی بهشون بزنید که حرامزاده. ما رضا شاه دوم رو داریم، محکمترین آلترناتیوه، مثل این گوزو نیست. اینجا قبل از که تو انتخابات بیارنش اینو فرو بکنن به عنوان ظریف جون، گفتن 6 تا زبون بلده، بلند شده رفته اونجا داشت با نخست وزیر ژاپن دیدار میکرد، داشت باهاش چاخ سلامتی میکرد، یه حالو و یه دونه سلام علیک چه میدونم اولیه رو بلد نبود این بدبخت. فقط دروغ، فقط خالی بندی. 45 سال بست مردم از شما خسته شدن. خب اما بذارید من این اطلاعیه وزارت کشور رو در مورد افغان‌ها بخونم، بعد برم به موضوع بعدی برنامه برسم. نوشته به اطلاع عموم و هموطنان گرامی میرساند که با توجه به اینکه جنگ و درگیری در کشور افغانستان به پایان رسیده و کشور ایران به عنوان حس هم نوعی و انسان دوستی و حس همسایگی با ورود مردم افغانستان به ایران همکاری داشته، ولی متاسفانه به دلیل عدم رعایت نظم عمومی و خلاف برخی افغانی‌ها
و درخواست گلایه شدید مردم، اینا تازه یادشون اومده، مردم الان 2 سالی دارن داد و بیداد میکنن، تازه میگم یه جاشون رو انگوش کردن چششون به سو اومده. گلایه شدید مردم از رفتارهای بی‌محابای افغانی ها روند اخراج کلیه افغانی ها شروع شده، لذا از عموم عزیز از عموم مردم عزیز درخواست داریم 1. از بکار گرفتن کارگر افغانی جدا بپرهیزن، از کسا 2. از کسانی که برای کارگران افغانی سیم کارت تهیه میکنن، منزل اجاره میدهن، کارت آبر بانک به اسم خود برای افغانی ها میگیرن، به جدیت برخورد میشن و در صورت مشاهده کلیه حساب های نامردگان مسدود میگردد و به مراجع قضایی و فلان اینا. 3. با توجه به درخواست مسئولین افغانستان، عزیزان افغانی در اسرع وقت کشور ایران را ترک نموده، در غیر این صورت برخورد قانونی و موجب بازداشت و جریمه میگردند. 5. عزیزانی که در باغهای اطراف شهر یا در ساختمانها نگهبانی کارگر افغانی به کار گرفتن، نسبت به اخراج کارگر افغانی اقدام کند، و کسانی که افغانی را پنهان کرده از مردم عزیز درخواست می‌گردد گزارش این افراد را به پلیس 110 و یا 116 اطلاعات فراجا گزارش دهند که در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری افغان‌ها اقدام شود. 6. محل حضور افغانی‌ها یا به کلانتری محل گزارش یا با شماره تلفن 110 گزارش دهید تا جمع‌آوری شود. اگر کلانتری یا پاسگاهی با مردم همکاری نکرد، گزارش کلانتری را به 197 ابلاغ بفرمایید. تنها جمع‌آوری سریع افغانی‌ها نیاز به همت و تلاش و همکاری مردم عزیز با فراجا می باشد، در غیر این صورت در روند اخراج افغانی ها و اخراج مردم همیشه همکاری داشته. از مردم خودشون به شما پیشنهاد دادن که اونایی که واقعا اینجا عرازل و اوباشن دارن اذیت و آزار میکنن، اینا باید اخراج بشن. شما بود که دنبال رأی اینها بودی، دنبال سیاهی لشکر بودی، دنبال نمیدونم تروریست کردن اینها تو اون مسئله فاطمیون، گروه های نمیدونم فاطمیون و زینبیون و اینجور داستان ها بودی. تأکید می شود در صورت مشاهده افغانی در مکان اسکان یا کار در منازل و باغ‌ها یا ساختمان‌ها ایرانی در اسرع وقت به کلانتری و یا پاسگاه محل اطلاع اینم که الان خوندم بعد نوشته با تشکر وزارت کشور. امیدوارم که الان این گفته به همینم بخوان عمل بکنم، ولی خوبه تا همین جا پیش رفتن مردم الان دیگه خلاصه مانور پیدا کردن که بخوان از این به بعد برخورد بکنن، حالا در راه و بیرا و هر جا که اینها رو دیدن. آقا یه اتفاق بسیار جالبی افتاد همین لحظاتی قبل، حزب الله بعضی از نیروهاش و لانچرای پرتاب راکت خودشو ورداش برد سمت این دروزی هایی که تو غرب لبنان هستن. این دروزی هایی میدونید که تو هم تو اسرائیل هستن، تو سوریه هستن، تو لبنان هستن. اینا آدم های خودمختاری هستن، آدم هایی هستن که حالا البته تلاش میکنن، زحمت میکشن، کشاورزی میکنن، نمیدونم تجارت میکنن و اینها. گروهی هستن که خودشون به خودشون چه میدونم دختر شوهر میدن، پسر زن میدن و اینا، تو خودشونن که از بیگانه رو تو خودشون را نمیدن. ساعتی قبل بود میگم این اتفاق به زودی برای علی خامنه‌ای و عروزل و باشش خواهد افتاد، شک نداشته باشید، مردم باید آگاه باشن. ساعتی بود که همین دروزیایی که تو غرب لبنان بودن مشاهده کردن که تروریست های حزب الله، چون میدونن اسرائیل با اونها و با اون منطقه با غرب لبنان زیاد کار نداره چون دروزی ها رو میشناسن، آمدن دارن لانچرهای راکتشون آماده میکنن که همین امشب، یعنی همین لحظاتی قبل یا لحظاتی بعد، بخوان به سمت اسرائیل موشک پرتاب بکنن. خیلی جالب بود که مردم اونجا همه با هم متحد شدن، که میگن متحد باشیم، پرچم واحد، زیر این پرچم متحد باشیم، به خاطر اینه همه متحد شدن. خودشون هم مسلح بودن، آمدن کلن این حرامزاده ها رو فیلم، یه قسمت فیلمش هم فکر کنم یاره یه قسمت فیلمش هم گذاشتیم تو رادیو تلگرام و برید ببینید. آمدن کل این کسافت ها، اولی که لانچر ها رو گرفتن، موشک ها رو گرفتن، ماشین ها اینا رو گرفتن، اینا رو دست بسته و فلان جو غابانی زدن در به کونشون، آمدن لش سوا مردتون از اینجا ببرید. ببینید اینها چقدر ذلیل شدن، ببینید این حزب الله که چندین سال با پول من و شما مردم کون گنده کرده بودن اونجا، اون تروریست بزرگ کتلت، قاسم کتلت، چه خونه هایی برای اونها ساخته بود، چه ویلاهایی ساخته بود، الان ببین چه به فلاکتی رسیدن که اسرائیل طی 2-3 روز از دماغشون در آورده. این اتفاق به زودی در جمهوری اسلامی هم رخ خواهد داد. این سرداران سپاه برمیگردن تو روستاها و شهرهای خودشون که بخواد تو سوراخ موش قائم بشن، اون موقع دیگه تکلیف شما مردم مشخص، مخصوصا شما جوانان عزیز کشور ما. اما یه اتفاق دیگه هم افتاده در خصوص
دیدار جناب آقای گوزیده ظریف جمهور جمهوری اسلامی و آقای مکرون. این رو بذارید من یه چیز به شما بگم. این دوتا سیاست مدار که البته این گوزیده که سیاست مدار نیست، سر سپرده است، ولی خب اون مرده مار خوشخط و خالی، اینقدر مار خورده افعی در اومده. آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه در دیداری که با پوزیده داشت و خیلی هم شبکه‌های مختلف جمهوری اسلامی پروموتش کرد، بله ما با فرانسه نشستیم گفتگو کردیم فلان، این احمق‌ها نیامدن. یه سری که اونجا میدونید که تو بحث سیاستمدارها زبان بدن هم ما داریم، فقط قرار نیست طرف حرف بزنه، زبان بدن هم به شما نشون میده. فکر کنم بارها و بارها شما دیدید مثلا تو اینستاگرام آقای اردوغان وقتی میره توی یه سمیناری، توی یه کنفرانسی، یا با کشورهای مختلف بره شرکت بکنه، وقتی ببینه پرچم و چون اونا پرچم رو میزنن اون زیر، هر کی بره پرچم کشور خودش رو ببینه بره اونجا وایسن عکس بگیرن، مثلا تو سمینارها و کنفرانس‌های مختلف شما بارها و بارها فکر کنم دیدید که رجب طیب اردوغان هر جایی که رفته دلا شده اون پرچم رو برداشته بوس کرده گذاشته تو جیبش. خب این به هر حال از نظر یک دیپلمات، از یک نظر دیپلماسی حرف بسیار بزرگیه، کلی طرفدار به خودش جلب میکنه، کشورهای دیگه هم حواسشون جمع میشه که نگاه بکنین این وقتی به پرچم خودشون اینقدر اطمینان داره، احترام قائل و فلان، ما باید احترام این طرف رو داشته باشیم. خب اینو بهش میگن زبان بدن، حرکتی که انجام میدن. امروز آقای این فیلمی که از اینها پخش شد، بیشتر اوقات آقای مکرون داشت با گوزیده صحبت میکرد، دو دست خودش رو بسته بود، دو دست خودش رو بسته بود روی میز گذاشته بود و داشت به صحبت‌های گوزیده حالا گوش میداد. اون دیپلمات‌های احمق مشاوری که دور و بر گوزیده بودن نگفتن آقا این وقتی این دست رو بسته تو الکی داری اینجا اراجیف میگی، این زبان بدنش داره میگه کلا مذاکره با شما تعطیل، بسته است و ما هیچ گونه مذاکراتی با شما نداریم. در واقع این با بستن این دست‌ها داشت به همپیمانان خودش تو اسرائیل، تو آمریکا، تو انگلستان، تو آلمان این پیام رو هم میداد که آقا بله من با این دیدار کردم، اما قرار نیست هیچ گشایشی بشه، همه چیز بسته است. اما جمهوری اسلامی احمق که اینجور چیزا نمیفهمه، اگر میفهمی که الان وضعیتشون اینجور نمیشد که تو بنبست قرار بگیرند. خب آمد گفت آره اینو نشست داشتن راه‌های فلان بسار مثلا مرد با یه بستن دست رید به هیکل جمهوری اسلامی که اینم در جای خودش قابل تأمل بود. اما کانال 12 عبری اسرائیل لحظاتی قبل این رو گفت و باعث خوشحالی خیلی مردم شد، من خیلی مردم ایران شد، من وقتی کامنت ها رو میدم تو این اینستاگرام میخونم، یعنی من اگر جای علی چلاق بودم سکته میکردم میمردم که اینقدر مردم به آنجا رسیدن از اینها نفرت دارن که وقتی مثلا یک مسئولی، یک کسی که وجاهت و حقوقی تو کشور اسرائیل داره میاد یک همچین حرفی میزنه، مردم اینقدر کامنت های خوب میذارن. حالا من کامنتاش هم بعضی ها رو به شما میگم. اما کانال 12 عبری اسرائیل آمد چه چیزی گفت؟ جمهوری اسلامی شروع کننده تمام این اتفاقات در منطقه بوده و راهی جز وارد شدن به این معرکه ندارد. علی جلا دنیا بری تو سوراخ قایم بشی، هر جا بری تو باید بیای بدی یه دست اینجا، ببخشید باید بیای اینجا جنگ بکنی، خلاصه اینا تو رو ویلکون نیستن، اینا تو رو یقه گرفتن. اگر فکر میکنید آتشی را روشن کرده و تنها نظارگر او خواهد شد، به جمهوری اسلامی گفته. بذار از اول بخوام. کانال 12 عبری اسرائیل، جمهوری اسلامی شروع کننده تمام این اتفاقات در منطقه بوده و راهی جز وارد شدن به این معرکه ندارد. اگر فکر میکند آتشی را روشن کرده و تنها نظارگر او خواهد شد، کور خوانده، زیرا اسرائیل او را هم وارد بازی میکند و شعله های این آتش سهمگین کاملا این حکومت حامی تروریست را خواهد سوزان. در هفته های آینده تکلیف منطقه روشن خواهد شد، یعنی اسرائیل با حمایت دوستانش تکلیف را یک بار برای همیشه روشن خواهند کرد. یعنی این حرفی که این کانال زن، این کانال که از شکم خودش نمیگه، این کانال ها همه وابسته به دولت و فلان اسرائیل هستن و از اونها میگیرن و میدانن که باید چه داستانی رو بیان و به سمع و نظر مردم برسونن.
اینها بالا برن پایین بیان، این اراذل اولباش جمهوری اسلامی که الان سر در کون کردن، تا دیروز اون قاآنی معلوم نیست کجاست، تا دیروز میگه ما به اینها گفتیم، ما اینجوری کردیم، اونا الان احمق پیداش نیست. خب بیا برو دیگه، حرام زاده زدن خرس الله رو از کون ترکوندن، بیا برو مراقبش باش. شما مگه نمیگفتید اینا برادران ما دینی ما هستن؟ بیا برو برادر دینی تو خارج و صلوات بکن، برو دیگه. چرا نمیری؟ چرا همه خواهیم شدید؟ کجایید علی چلاق؟ علی چلاق که آمده در حضور یه مشت احمق میگم لبنان پیروز شد، حزب الله پیروز شد، مردی که زوال عقل بدبخت. اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسحالی لحظاتی قبل، میدونید که دوستان این شلوغی هایی که این بر افتاده، روسیه سکوت، چین سکوت، خبر دارید که امارات داره خیلی سوسکی دنبال سند اون ستا جزایر ایرانه. من مخصوصا میگم ستا جزایر ایران و امارات بداند اگر جمهوری اسلامی در مقابل شما سکوت کرد، مردم ایران در مقابل شما سکوت نخواهند کرد. ما به محض اینکه تحفه العینی که جمهوری اسلامی رو سرنگون کردیم، دست شما رو از اون ستا جزایر قطع میکنیم. این دیگه حرف نیست، مردم ایران حرف نمیزنن، عمل میکنن. این که شما فکر کنید که چون الان دیگه همه فهمیدن جمهوری اسلامی بدبخته، همه فهمیدن، نگاه گند و گوز اینا حزب الله بود، میگه ما نزدیک 200,000 موشک و فلان داریم، اسرائیل رو محو میکنیم. تا وقتی که حرف میزنی طرف نمیدونه، ولی وقتی میای پای میدان دیگه ماهیتت مشخص میشه. الان عرب دارن نگاه میکنن، میگن همین بود حزب الله 20 سال 30 سال هی میومد میگه والله العظیم به فلان میکنیم بسا، این بود، هیچ غلطی نتونست بکنه. این همه موشک فرستاده تو اسرائیل که حالا یک نفر کشته نداده، این یعنی چی؟ یعنی این که اینا آدمهای تو خالی بودن. خب الان الان کشورهای خلیج فارس بیان میشینن برای خودشون فکر میکنن، میگن خب این که گند و گوزشون بود اینجوری شد، پس دیگه علی خامنه ای و اینها دیگه واقعا اون دو تا آلو رو اون زیر ندارن، پس ما بیایم این سه تا جزایر تا الان شلوغ مال خود بکنیم. اما کور خوندید، اما کور خوندیم. ما همیشه گفتیم ما مردم ایران صلح طلبیم، دست دراز میکنیم به طرف تمام مردم دنیا، ولی قرار نیست که شما اینجوری بیان برای خودتون پشت پرده بخواید به نام خودتون بزنید و روسیه و اینا به اونها ربطی نداره. ما همون دست تا دسته به شما فرو میکنیم اگر نیم نگاهی به جزایر سگانه خاک ایران داشته باشید. من دیدم کنعانی خاک بر سر دوباره آمد برای بار بیستم، برگشت که ما محکوم میکنیم مجموعه اقدامات. مجموعه چی؟ بی ناموس. شما ارتش دارید، لشکر دارید، کشور دارید، برید جلوی اونا وایستید. چرا خایه نمی کنید؟ چرا میترسید؟ چرا میترسید؟ جوابش اینه، شما سرسپرده پوتین هستید، سرسپرده روسیه هستید، سرسپرده تزار هستید. خب به خاطر همین جرأت نمی کنید به آقادایی خودتون حرف بزنید، چون میدونه آقادایی بلند شده رفته اونجا به شما یک پیام داده. وقتی به اونها گفته آقا ما به رسمیت میشناسیم شما رو، این جزایر رو به نفع شما اعراب به رسمیت، یعنی یه پیامی داده به علی چراغ که تو سکوت بکن. علی چراغ هم که مال پدرش نی 45 سال نفت خام من و شما رو اینها رو داره میفروشه، میگه اینم بذار بره من بمونم، ولی موندن تو علی خامنه‌ای دیگه باید تو خواب ببینی، به زودی سرنگون خواهی شد. مردم ایران دیگه واقعا نه رژیم جنایتکار آخوندی میخواند، نه این حکومت اسحالی علکی تو خالی میخوان، نه این داستانها و جفنگیات جمهوری اسلامی رو. آقا چند تا موضوع مون من نگفتم، بمون حالا فردا شب در موردش با شما صحبت میکنم، چون دیگه وقتم ندارم. اینجا داره چراغ میزنه میگه دیگه بسته، برو دنبال کار زندگی. آقا ما خیلی مخلصیم، خیلی خوشحال شدم از اینکه امشب در خدمت شما بودم. مراقب خودتون باشید، به امید خبرهای خوب که من ته ساعت آینده بیام خدمت شما تقدیم بکنم. همه شما رو تا درود دیگر به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.